در مراسم تشییع پیکر مارگارت تاچر که روز چهارشنبه برگزار شد، تعدادی از شخصیت‌های مهم بریتانیایی نیز حضور داشتند. خبرنگار یورونیوز در این مراسم با تعدادی از این شخصیت‌ها گفتگو کرده است. لیدی همیلتون، یکی از دوستان مارگارت تاچر، می‌گوید او فردی خاص و نخست وزیری فوق‌العاده بود. همیشه هر کاری را که فکر می‌کرد درست است، انجام می‌داد. سایمون هیوز، معاون رئیس حزب لیبرال دموکرات در مجلس، می‌گوید من وقتی وارد مجلس شدم، خانم تاچر انتخاب شده بود. به مدت 7 سال همزمان با نخست وزیری وی در مجلس حضور داشتم. او یکی از چهره‌های برجسته سیاسی در قرن گذشته و همچنین تاریخ بریتانیای پس از جنگ بود. جیم مورفی، وزیر دفاع کابینه در سایه حزب کارگر، نیز می‌گوید در انتخابات آن زمان او توانست آرای بیشتری نسبت به حزب کارگر به دست بیاورد. در عرصه سیاست خارجی چهره‌ای قوی از ما نشان داد، اما در داخل موجب دو دستگی شد. مایکل پورتیلو، عضو سابق کابینه از حزب محافظه‌کار، نیز به خبرنگار یورونیوز می‌گوید یکی از چیزهایی که مارگارت تاچر بان معتقد بود بحث و گفتگوی آزاد بود. او قطعاً از اعتراض و تظاهرات امروز مردم ناراحت نمی‌شد. در حاشیه این مراسم تعدادی از مخالفان مارگارت تاچر نیز با تجمع در مسیر انتقال پیکر وی اعتراض خود را نشان دادند. خبرنگار یورونیوز میگوید مارگارت تاچر بریتانیا را تغییر داد، افکار عمومی را به چند دسته تقسیم کرد و این مسئله حتی تا آخرین روز ادامه داشت. به نظر نمی‌رسد که مباحث در مورد تغییراتی که بانوی آهنین انجام داد طی سال‌های آینده فروکش کند.